در شمال تاجیکستان سه مرکز امریکایی، از جمله در یکی از شهرهای قدیمترین کشور پنجکنت، مرکز ولایت سوخت شهر خوجند و مکان هنرمندان چیره‌دست شهر اسفرا فعالیت میکنند. مقصد اساسی از کشاده شدن گوشی مذکور این دادن معلومات به شتاتوی متحده امریکا با وسیله کتاب، با وسیله دیسکو و با وسیله اینترنتی رایگان میباشد. گوشی امریکا که همین سال اینجایم همچنین مرکز نامبرده ایستاده است، مرکز امریکا در شهر خوجند، در مرکز شهر خوجند واقع است که خیلی خوب است. روی چی؟ ما در کتابخانه واقع داریم، ما نفرانی که از جوی های دوردستی ویلویت سوخ میویند خیلی آسان مورو دریافت کرده میتونند. روی چی؟ برای اینکه کتابخانه اوموی است و هر نفری که میخواهد به گوشی امریکایی دروید بی معما در آمده از خدمت رسانی ما استفاده میبرد. پیوسته در گوشی امریکا بسیار نفرانی هستند که اختیاری شدن میخواهند و ما خیلی خرسند از اون هستیم که اون نفرانی که میویند روی خود رو در زندگی میابند و ملکه های اختیاری خود رو سایقال میزن. من گفته میتونم که بسیار اختیاریانی که از گوشی امریکا رفتن امروز ها در بسیار دولت های دنیا کار کرده استودند و خونده استودند. مرکز امریکایی در شهر خوجند امروز ها به یکی از مرکزهای علمی و فرهنگی در مقیاس ولایت و مرکزی ولایت تبدیل یافته، در یک روز ده ها جوانان و نورسان را برای آموزش زبان انگلیسی و استفاده رایگان اینترنت دعوت می نماید و از این خدمت رسانی روزانه ده ها و حتی صد ها نفر جوانان استفاده می نماید که این باعث رشد ملکه زباندانی آنها می گردد. با گوشی امریکای خوجند تمامی دانشجویان و خوانندگان مؤسسه های گوناگون میآیند با سبب آموختن زبان انگلیسی، چون که همه ما میدانیم آموختن زبان انگلیسی خیلی مهم میباشد، چون تمامی دولت های دنیا با این زبان معاشرت میکنند، گفتگو میکنند. چنانکه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان سال 2017 را سال جوانان اعلان کرده بودند، همچنین نیز سال 2018 نیز جوانان نیز با آموختن زبان‌های خارجی مشغول شوند، از قبیل زبان انگلیسی که یکی از زبان‌های بین‌المللی میباشد در استاندارد جهانی استفاده برده میشود. شخصا برای من گوشی امریکا این یک گوشی است که در اینجا نه تنها ختم کننده ها، بلکه جامعه، بلکه نورسان، جوانان، همه از آن جمله آموزگاران و متخصصان ساحه های گوناگون آمده در اینجا مبادله افکار کرده می توانند، لایحه های نو طرح کرده می توانند و اینچنین سهم خود را در انامین بنیاد جامعه، جامعه که امروز ما می خواهیم جامعه خود را سالم، جامعه گویم از جهتی هم اقتصادی و هم اجتماعی پیشرفته باشد، در بنیاد این جامعه همه می توانند سهم خود را گذارند. و در این گوشه امریکا اکثری وقت من خودم هم در یک سال 4-5 پریزنتاسیو میکنم و سهم خود رو برای انامین تربیه نسل نوراز، تربیه جوانان سهم خود رو میگذارم و تو امکانیتی که دارم، دانشی که دارم برای آنها، برای دیگرگون ساختن جهان بینی آنها همه وقت آماده هستم. I think also American Corner supports a lot of startups there, I think, because I believe that all of them, all of those who participate in these courses, in future they will be the best one startups here who change our society in a good way. What about you, Leila? What do you think? So the main reason why I'm came to come to American Corner is of course creating project. I'm an organizer of Project Journalist Club in American Space. I'm also a volunteer here. مقصد اساسی من که من به گوشه امریکا می آیم این سایقال دادن زبان انگلیسی می باشد. در اینجا ما می توانیم محصولات های گوناگون رو دریافت نماییم که به ما کمک می رسانند که تا که زبان انگلیسی رو از خود نماییم.
در گوشه امریکا باز بغیر از که اون که تحصیل کردن ما باز میتوانیم که اختیار یا ولنتیر شویم. سال گذشته در یک پروژه‌ای که از طرف سفارتخانه امریکا تشکیل شده بود جورنالیست کلاب یا محفل روزنامه‌نگاران اشتراک ورزیده و این سال باز من این پروژه رو خودم از نو تشکیل کردم. من در موبایل سه دقیقه 32 ثانیه کوبیک کلون رو جمع کردم. من دارم اینجا این کار رو یاد گرفتم با واسطه اینترنتی هم اینجا. Really special. We really are glad that you guys are working. We couldn't do it without the volunteers, so thank you so much to the volunteers, and also of course Medina, who I get to talk to quite a bit. She comes often for training, and we work with closely with Medina. So we are American spaces are really important because we see how important the next generation. You guys are the future. Last year was the year of the youth. You guys are the future of Tajikistan. You're the future of this country. And so we see this as an important way to be able to invest in and really help you guys build a better and country and be more patriotic and love your country more. So this is one way that we do that, by supporting these spaces. مرکز مذکور امکانیت های خیلی خوب برای خواهشمندان شهر پنجگند پیشنهاد کرده است که در اینجا تمام خدمت رسانی ها به طرز رایگان تشکیل کرده شده است. خواهشمندان در شهر پنجگند خیلی هم سال به سال زیاد شده استودند. استفاده برندگان مرکز مذکور عبارت از کودکان، جوانان که طالب علمان مکتب، دانشجویان و زنان و همچنین کارگران کارخانه ها و تشکیلات ها آمده اشتراک می نمایند و استفاده از این خیلی آنها مینداری خود را بیان می کنند، چون که برای زبان آموزی آنها خیلی این مرکز مذکور تأثیر بزرگ رسانیده است. The first reason why the phones are so dangerous for kids until the high school, you know, everything has got the age limit. وقتی که من با همین گوشه فرهنگی امریکا میبینم تماما دیگر اتمسفر میباشد، تماما دیگر دنیا میباشد برای من و این دنیا با من خیلی پسند است. و در اینجا بچه ها میتونن بیاین، هر خیل ویو داریم و کلوب ها داریم که اونها با تمام اونها میتونن اشتراک نمایند و اونها میتونن اشتراک نمایند با حساب رایگان. و یخی شرایط ها خیلی کم دیده میشود در زمان مونو، چون که تمام چیزهایی که ما میتونیم چگیریم کلوب خونیم همه آنها رایگان هستند. و همین گوشه فرنگی امریکا بود که با من خیلی یک چگم تکانی مستحکمی حیرت آور در من داد، دنیا رو عجیبه در من داد. بغیر از این در اینجا مسابقه های تعلیمی برگزار میگردد به مانندی ارت کانتست، سونگ کانتست، سپلینگ بی، جورنالیزم کلاب کانتست که این برای بلند برداشتن سطح قابلیتناکی جوانان و برای رشد سوادناکی آنها تاثیر خیلی مثبت میرساند. من 25 کیلومتر دور از شهر پنجگند در دهه قوسر زندگانی میکنم و هر روزی درسی من به اینجا میایم که دانش خود را به سطح بلند بردارم و جهان بینی خود را
باز هم وسیع تر نمایم. ما خیلی از اون خوشبخت می باشم که مرکزی فرهنگ امریکا در یک قسمی یعنی که تاریخی شهر پنجکن جایگیر است. پنجکن خیلی تاریخی خیلی بزرگ دارد. مثلا در اینجا سرزم باستانی که تاریخ زیاده از 5500 سال را دربر میگیرد، در اینجا شاعران بزرگ ابو عبدالله رودکی، لایق شیرعلی که حیات خود را گذراندند. قید کردن ضرور است که گوشه آمریکایی شهر اسفره یگانه مرکز فرهنگی و معرفتی بوده، برای سیقل دادن دانش و مهارت شرایط مساعد فراهم آورده شده است. همه روزه از 200 تا 300 نفر کودکان برای آموزش زبان انگلیسی به مرکز ما تشریف می آورند که این یگانه مرکز است در شهر اسفره که در آن آموزش زبان انگلیسی طریق رایگان براه مانده شده است. یکی از خصوصیات فرق کننده گوشه آمریکایی ما در آن است که قسمی اساسی و قسمی زیادی تشریف آورندگان ما مکتب بچه ها و خصوصا دخترها می باشند. I want all of us play a quiz game. That's why I divided you into teams, into groups. And now I'll give you a little time, a few minutes. این مرکز به یک مرکز تبدیل یافته است که همه جوانان نه تنها شهر ما بلکه از تمام ناحیه به اینجا می آیند و از اون موادهایی که در اینجا هستند خیلی هم وسیع استفاده میبرند. در اینجا من یک قطار کلوب ها میگذارونم با مانند All About the USA, English Grammar و یا اینکه American Idioms. دخترها سال به سال به اینجا بیشتر تشریف می آورند. اگر به حساب وای گیرید، پرسنتی گیرید، در بسیاری مشغولیت های ما زیاده از 60% 80% اش دخترها. با گوشه آمریکایی ما پدر و مادران، پدرکلان و مادرکلان فرزندان خود را از چلاق های حتی دوردست شهر، از چلاق های دوردست اسفره می آورند تا که فرزندان آنها در اینجا تعلیم گیرند، دانش خیش را سرقل دیند. زیرا که مرکز ما با تمام واسطه های تکنیکی حاضر زمان مجهز گردیده است. من بسیار بسیار مندار ده همین گوشه آمریکایی که همین جا سبب شد و دختری من به کجاها سفر کرد، همین قدر دانش خودش را سرقل داد در همین جا. انسانیت باید در این دنیا یک کار کند، خیر در وقتش خواند بسیارتر. امروز که این خیلی شرایط ها های من ماندم دخترم که نخستر خواند بسیارتر آموزد. بسیار خوانندگان از شهر اسفره با برنامه های سفارت ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان شناس گردیده شدند و روز از روز مقداری ختم کردگان برنامه های سفارت ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان زیاد گردیده شده است. لایحه خود را پیشنهاد کردم و صاحب گرانت گشتم. مقصد این گرانت ما چنین است که ما می خواهیم همین بچگانی که در همان خانه بچگانی شروع زندگی می کنند و در آنجا تربیت گرفته استادند، آنها از مکان خود برایند، جهانی بیرون را ببینند، از آن چیه که امکانیت هایی که آنها دارند با خبر گردند. و دیگر مقصدی ما این است که ما می خواهیم به آنها زبان انگلیسی را آموزانیم،
ملکه کار با کامپیوتر و طرز فایده‌ناک استفاده بردنی اینترنت. کلوب ها تشکیل کرده ایم و یکی از این کلوب ها این دانس کلوب، دیگرش ارت کلوب و دیگرش آن که بچه های همین خانه بچگان شراب همراهی بچگانی که در شهر اسفره در مکتب های همینجا تحصیل میکنند یک جایه و درس هایی که کارمندان اختیاری ترینر های گوناگون با آنها تشکیل میکنند اشتراک کنند و با یک دیگر از نزدیک شناس شده شناس های پیدا کنند و با هم دیگر دوست شدند. گوشه امریکایی در مکان خوشمنظر شهر اسفره تاریخ زیاد از هزار ساله دارد. موضعه های لنگری ماهیان، خواجه عبدالله سرخی، مدرسه عبدالله خانی معمولی جهان بوده برای زیارت آن از تمام جهان سیاحان می آیند. نوابسته از این شهر اسفره با زردالو های خیش مشهوری عالم گردیده است که امروز ها زردالو های آن را در بازارهای اروپا و آسیا و روسیه و امریکا پیدا کردن ممکن است.